رادیو صدای زندانیان سیاسی. سلام، من ابوذر سرجو و شما شنونده رادیو صدای زندانیان سیاسی هستید. جمهوری اسلامی نامش همواره با تناب‌های دار و اعدام آمیخته است و برای بقای خود همچنان جان انسان‌های بی‌گناه را می‌گیرد. بعد از نمایش انتخابات ریاست جمهوری، موج حکم اعدام‌های زندانیان سیاسی و عادی شروع شده. حکم بغی برای 4 زندانی سیاسی زن به نام‌های شریفه مرادی، پرشان عزیزی، وریشه مرادی، نسیم غلامی سیمیاری و حکم اعدام رضا رسایی که در هفته گذشته اجرا شد و 8 زندانی سیاسی در زندان اهواز از جمله مجاهد کورکور و عباس دریس و بقیه در معرض خطر اعدام قرار دارند. و حالا 6 زندانی سیاسی در زندان وکیل آباد مشهد به نام های مالک علی فدایی نسب، فرهاد شاکری، عیسی عید محمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی را تایید کردند. مهمان امروز رادیو صدای زندانیان سیاسی سعید حافظی، روزنامه نگار و سردبیر رادیو گوشه کنار را همراه خودمون داریم. سعید حافظی سلام میکنم، لطفاً در مورد چرا جمهوری اسلامی به احکام اعدام برای زندانیان سیاسی بعد از انتخابات نمایشی ریاست جمهوری شدت بخشیده؟ عرض سلام و درود دارم خدمت شما آقای سرجو و شنوندگان این برنامه. ببینید، اصولاً جمهوری اسلامی از بد و پیدایشش، از اعدام به عنوان یکی از ابزار اصلی سرکوب و ایجاد وحشت استفاده کرده و هر وقت از نظر بین المللی در مخمصه قرار گرفته این اعدام ها رو شدت بخشیده. من اگه بخوام براتون مثال بزنم، باید برگردیم به تابستان 67 وقتی که روح الله خمینی با اون فضاحت مجبور شد قرارداد 598 شورای امنیت رو بپذیره و یک جنگ بازنده رو به پایان برسونه. ما دیدیم که اعدام‌ها در تابستان 67 چقدر شدت گرفت و چه فاجعه ای رو شکل داد. جمهوری اسلامی چندین هزار نفر رو ظرف چند ماه اعدام کرد. همین اتفاق در سالهای 88، 96، 98 و 401 هم افتاد و هر وقت که تمرکز جهانی بیشتر شد بر رفتار جمهوری اسلامی، اعدام ها هم شدت بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال، سال گذشته طبق آماری که برخی از گروه های حقوق بشری دادن، 853 اعدام در ایران شکل گرفته در زندان های مختلف که بعد از چین با 1.5 میلیارد جمعیت ما بالاترین آمار اعدام رو داخل ایران داشتیم در سطح جهانی. و متاسفانه این اتفاق رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم جمهوری اسلامی اقوام رو بیشتر سرکوب میکنه توی این تصمیماتی که میگیره، مثل اسامی که الان خودتون مطرح کردید در خوزستان، در کردستان، در سیستان و بلوچستان، در آذربایجان و در جای جای ایران. این اقوام بیشتر چون خیلی راحت میتونن به اونها اتهاماتی از قبیل جدایی طلبی، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی یا هر چیز دیگه ای بزنن و دیگه این چیزیه که امروز فکر میکنم مردم ما به خوبی بهش واقفن. جمهوری اسلامی وقتی در مخمصه قرار میگیره، انتقام رو از مردمش میگیره، حالا چه با اعدام ها، چه با زدن هواپیما داخل آسمون، چه با آتش زدن مجتمعات تجاری مثل پلاسکو. و این قضیه از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی تا به امروز ادامه داشته. همونطور که گفتیم، ما در رابطه با این اعدام ها، ما سه‌شنبه‌های اعتراضی علیه اعدام در زندان‌های ایران را پس از ماه‌ها پشت سر می‌ذاریم و اعتراض زنان زندانی سیاسی در زندان اوین که به اجرای حکم اعدام رضا رسایی را شاهد بودیم که با حمله گارد ویژه زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعداد زیادی مجروح و آسیب دیدند. لطفاً در مورد این خبر بیشتر برای شنوندگان ما بگید. این سه‌شنبه های نب اعدام از بهمن 402 بود، 1402 بود اگه درست خاطرم باشه که شروع شد و هر هفته هم
دامنش گسترده تر شد، یعنی از زندان قزلحصار شروع شد و الان 18-19 زندان در ایران دارن همراهی میکنن با این سه‌شنبه های نب اعدام. و آی سلجوی، واژه‌ای شما به کار بردید، زندانیان سیاسی، ولی مسئله اینجاست که خیلی از اینا اصلا سیاسی نیستن. به عنوان مثال همین اتفاقی که در بند زنان افتاد و گارد زندان حمله کرد و کتکشون زد، یکی از کسایی که کتک خورده رعنا کورکوره. رعنا کورکور اصلا آدم سیاسی نیست، کسیه که اعتراض کرده به حکم ناجوان مردانه‌ای که برای برادرش صادر شده، مجاهد کورکور، و اون در خطر اعدامه. این دختر رو هم گرفتن انداختن داخل زندان به جرم سیاسی و جمهوری اسلامی جرم تراشی میکنه. اما اتفاقی که اونجا افتاد، خب طبق معمول سازمان زندان ها تکذیب کرد که اگر تکذیب نمیکرد جای تعجب بود. بعد گفتن که نه، این زنان زندانی بودن که به گارد حمله کردن و گارد رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. بعد گزارش پزشکای زندان اومد بیرون که تایید کرده بودن که زنها کتک خورده بودن، و حتی بحث اون کبودی هایی که روی بدن نرگس محمدی، هورا نیکبخت، نسرین جوادی، خود رعنا کورکور و یه چند نفر دیگه که به بهداری زندان منتقل شده بودن مطرح شد. و همچنان سازمان زندان ها داره میگه که آره، اینها بودن که به گارد حمله کردن، زنان زندانی به گارد حمله کردن. و جالبه که اینها برای اثبات ادعای خودشون حاضر نیستن تصاویر دوربین های مداربسته زندان رو منتشر بکنن. حتی به گزارش پزشکان خودشون هم اعتماد ندارن و اون رو هم تایید نمی کنن، در صورتی که پزشک، دو تا پزشک داشت زندان در اون ساعت، هر دو تا توی گزارششون تاکید کردن که زنان زندانی کتک خوردن که منجر به شکستگی دنده، شکستگی دست، در رفتگی، کبودی. حالا من نمیدونم دیگه، حالا اون گارد زندان چی بوده که اینا اینطوری دارن مظلوم نمایی میکنن و جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنن، میگن زنها بودن که به گارد زندان حمله کردن. اما آن چیزی که واضح و روشنه اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی هر روز، هر ساعت و هر دقیقه جنایت داره شکل میگیره، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه انسانیت و جنایت علیه تمام کسایی که شاید حقشون نیست الان توی زندان باشن ولی هستن. و جمهوری اسلامی هم این دیوارها رو اینقدر بلند کرده که به سختی میشه اطلاعاتی از اونجا گرفت و در اختیار سازمان‌های حقوق بشری بین الملل قرار داد و پیگیریش کرد. درست گفتین، همونطور که من اصلاح میکنم سوالمو، فقط زندانی سیاسی نیست، کسایی که دادخواه هستن، کسایی که دادخواه خانواده و فرزندان و خانوادهشون که در زندان هستن، حتی اونها هم مورد ضرب شتم قرار میگیرن. اینو کاملا درست گفت. سعید حافظی، روزنامه نگار، از شما ممنون که دعوت ما را قبول کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. خواهش میکنم. منم ممنونم که این وقت رو میذارید. و خیلی کوتاه بگم، وضعیت زندان شیبان خیلی وضعیت بغرنجیه و یکی از مخوفترین زندانهای ایرانه، چون من تجربهش کردم، این رو دارم میگم، یکی از مخوفترین زندانهای ایرانه. و واقعا بچه هایی که وارد زندان شیبان میشن، بچه های سیاسی، امیدوارم که هیچ کدوم حکم اعدامشون اجرا نشه، ولی شرایط یه جوریه که تا پیش از حکم اعدام بارها و بارها از نظر روحی و روانی این بچه ها رو اعدام میکنن. و امیدوارم که خیلی زودتر بتونیم از دست این جمهوری اسلامی راحت بشیم، در زندان ها باز بشه و این بچه ها به آغوش جامعه برگردند. به امید آزادی تمام زندانیان سیاسی. رادیو صدای زندانیان سیاسی از شما مردم آزادی که در هر کجای جهان هستید میخواهد به سه شنبه های اعتراضی علیه اعدام بپیوندیم و صدای زندانیان سیاسی باشیم. با آرزوی آزادی تمام زندانیان سیاسی به دست مردم و دیگر شاهد هیچ اعدام که یک قتل عمد دولتی است نباشیم. از شما شنوندگان عزیز رادیو صدای زندانیان سیاسی هم ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید و برای شما سلامتی و روزی خوش آرزو می‌کنم. رادیو صدای زندانیان سیاسی.